اعتراض کسبه و بازاریان، گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، بخش هایی از بازاریان و کسبه در طول این سال ها به طور سنتی طرفدار حاکمیت، وضع موجود و ثبات بودند، اما اینکه اعتراضات ادامه دار این ماه ها و هفته ها به این طیف هم رسیده، به نظرتون چه معنایی داره؟ با سلام. دولت آقای رئیسی دولت ورشکسته است علت سیاست های داخلی و خارجی آقای خامنه‌ای. بنابراین کسری بودجهش رو به انواع مختلف و با بریدن گوش اقشار مختلف میخواد تعمین بکنه، از جمله بازاریان. البته اعتراضات بازاریان بی سابقه نیست. مثلا سال 96 همین اوایل تیر ماه به علت اینکه قیمت دلار به 9,000 تومان رسیده بود، در اون زمان اینا در 5-6 تا شهر اعتراض. اما الان وضع خیلی وضع اقتصادی بدتر از اون موقع است و اعتراض من فکر میکنم فقط به افزایش مالیات ها نیست، اعتراض به کلیت وضعیت اقتصادی کشوره. البته ما وقتی که میگیم بازار، یک کلمه کشداری است، یعنی از در واقع کسانی که مغازه‌هاشون تو بازارهای مسقف قدیمی هست تا کسانی که در خیابان هستن تا کسانی که بازداشت‌ها هستن، همه اینا رو در بر یا فرضاً از کسبه خرده پا تا وارد کنندگان و عمده فروش‌ها هم در بر می‌گیره. چند روز گذشته بیشتر اعتراض توسط کسبه خرده پا یا آخرین حلقه‌های فروش، ولی امروز شنیده شد که در اصفهان عمده فروش‌ها هم اعتراض کرد. بنابراین ما شاهد در واقع یه مقدار اتصال و زنجیری شدن اعتراضات هستیم و همونطور که گفتم این صرفاً به خاطر افزایش مالیات نیست. در اعتراضات بازاریان البته پراکنده و متناوب هست، اما احتمال داره که به اعتراضات یه مدار منسجمتر و مستمرتر هم منجر بشه. اگه وضعیت اقتصادی کشور و اقتصادی بازار و رکود تورمی ادامه پیدا کنه، ما میتوانیم در واقع حدس بزنیم که بازاریان هم حالا در تناوب و در اقشار مختلف و شهرهای مختلف به صورت دومینویی اعتراض خودشون رو نشون بدن. و این البته برای حکومت خطرخیزه و همونطور که شنیدیم سعی کرده که با یه مدار ضرب و به اصطلاح شلیک باز اشکاور و حتی تیراندازی ساچمه‌ای بازاریا رو مجبور بکنه که عقب نشینی بکنن و بعضن مقاداش. در رابطه با همین انسجامی که شما بهش اشاره کردین، معلمان و فرهنگیان و سپس بازنشستگان به یک انسجامی رسیدن برای بیان مطالباتشون، اما آیا این اتفاق در مورد بازاریان و کسبه هم ممکنه که روی بده؟ بازاریا، اینم اضافه بکنم که بازاریای نسل قدیم به لحاظ مذهبی اتصالات بیشتری با روحانیت و حکومت داشتن و بازاریای نسل جدید اتصالشون ضعیف‌تره، صفر نیست، ولی تولید کنندگان عمدهشون، توزیع کنندگان و وارد کنندگان عمده به هر حال در حاشیه حکومت هستن و یه مقدار خوب منافع مشترک دارن. اما تفاوتی که بازاریا دارن با فرهنگی ها و مثلا کارگرا یا بازنشست ها این هست که مثلا معلم ها یک شبکه سراسری دارن. اما الان میبینیم معلم ها در همه شهرها، در واقع در بسیاری از شهرها تظاهرات میکنن. هیچگاه در تاریخ ایران اینقدر معلم در زندان نبوده. 60 نفر از استان فارس، از شهر شیراز، 30 نفر از استان کردستان، یعنی اینا واقعا بی سابقه است. بازنشسته ها هم هر وزارت خونی بازنشسته هاش با هم دیگه یک ارتباطایی دارن، ولی به تدریج داره بین این وزارت خونه ها بازنشسته هاشون یک اتصالات و ارتباطاتی صورت میگیره و رمز استمرار و تکرار این اعتراضات هم همین است. ولی بازاری ها این انسجام رو ندارن، الان یه مدار راسته‌ای و بعضا توی صنف هستن با هم ارتباط دارن، ولی همونطور که گفته شد اگر بخواهد این وضعیت اقتصادی ادامه پیدا کنه و دولت بخواد با زور اجبار مالیاتاشو بگیره، خود به خود این شبکه در بازاریا هم شکل خواهد. بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید.